کریستیانو رونالدو ستاره فعلی تیم یوونتوس از هر زمان دیگه‌ای به برگشتن به سانتیاگو برنابائو نزدیک‌تره و طبق گفته آس و مارکا کریستیانو دوست داره که به تیم سابق خودش برگرده. اما آیا میدونید که هزینه این انتقال برای رئال چقدر آب می‌خوره؟ تا انتهای این ویدیو همراه ما باشید و برای حمایت از ما حتما فراموش نکنید این ویدیو رو لایک کنید و با دوستانتون به اشتراک بذارید. ارزش فعلی کریستیانو رونالدو طبق گفته ترانسفر مارکت چیزی حدود 60 میلیون دلاره. اما یووه مثل اکثر باشگاه‌های دنیا به دلیل کرونا دچار مشکلات مالی شده و برای بقا و جلوگیری از ورشکسته شدن مجبوره که فداکاری‌هایی رو انجام بده و در حال حاضر یووه به احتمال زیاد سری آ رو از دست داده و داره برای سهمیه می‌جنگه. به گفته آیس یووه از پیشنهاد حدود 30 میلیون دلاری برای رونالدو استقبال میکنه، مبلغی که کمک زیادی به یووه میکنه، هم از نظر مالی هم از نظر اینکه تیم رو بالانس تر نگه میداره. درسته که خرج کردن 30 میلیون دلار برای رئال مشکلی به وجود نمیاره، اما دستمزد رونالدو هستش که ممکنه پرز رو به چالش بکشه. این ستاره پرتغالی در حال حاضر سالیانه درآمد 37 میلیون دلاری در تورین داره و اگه بخواد که قرارداد 2 ساله با رئال امضا کنه، رئال بعد از 2 سال باید مبلغ 74 میلیون دلار رو به او پرداخت کنه. بازیکنی که 36 ساله است و میشه گفت که دیگه به آخر فوتبال خودش رسیده. اما حالا باید رئال تصمیم بگیره که اسطوره خودشون رو برگردونه یا برای آینده آماده شه و قدرت خودش رو برای خرید هالند و امباپه کنار بذاره. در حال حاضر رونالدو روی تیم ملیش تمرکز کرده و با جاه طلبی که همه ما از رونالدو میشناسیم، میدونیم که میخواد با پرتغال یورو و جام جهانی رو ببره و تا زمانی که جام جهانی قطر بخواد شروع شه رونالدو 37 سال و 10 ماهشه. اما نظر شما چیه؟ به نظرتون که رئال باید امباپه و هالند رو بیاره یا رونالدو؟ حتما نظراتتون رو برای ما کامنت کنید. ممنون از اینکه تا انتهای این ویدیو همراه ما بودید و برای مشاهده ویدیوهای اختصاصی به کانال یوتیوب پلی ایران مراجعه کنید.